42 میلیون جلد در 1000 عنوان کتاب آماده شده. اینها الان به انبارهای استانها فرستاده شده و تا 15 شهریور تمام این کتابها چه از طریق کتابفروشی‌ها برای متوسطی اول و چه به لحاظ اینترنتی برای متوسطی دوم و ابتدایی انشالله توزیع خواهد شد. کنکور سراسری دو بخش داره. یه بخش میانگین پذیرش استانها هستن. یه بخش اون برگزیدگان به قول شما رتبه‌های زیر 10 هستن که بله این رتبه‌های زیر 10 تقریبا بیش از 80% از مدارس خاص بودن و ما هم اعتقاد داریم که البته اولا در بحث کنکور دوستان رسانه بدونن ارزیابی و عملکرد استانها رو بر مبنای زیر 10 نفره نگیرن، بر مبنای میانگین پذیرش کنکور بگیرن. یعنی الان استان یزد 20 سال بالاتر رتبه اول داره و در کل برگزیدگان دو تا داره. کل میانگین کنکور اولن و ثانین این که ما در سند تحول بنیادین میگیم تعلیم و تربیت تمام ساعتی، یعنی ما باید وقتی میخوایم ارزیابی کنیم یه استان رو، قهرمانان ورزشیش، قهرمانان هنریش، قهرمانان قرآنیش، همه اینا رو با همدیگه ارزیابی کنیم و بعد نظام ارزیابی و عملکردمون رو اصلاح کنیم. اما این درسته، ما هم در این در واقع رتبه‌های زیر 10 چند تا عدم تعادل داریم. یک عدم تعادل منطقه‌ای است که بسیاری از این برگزیدگان از استانهای خاصن. دو عدم تعادل رشته‌ای است. سه عدم تعادل مدرسه ای است، یعنی به لحاظ مدرسه هم برخی از مدارس بیشتر میزان قبولی رو در این رتبه‌های اول دارن. به لحاظ رشته‌ای هم متاسفانه ما 60% شرکت کنندگان در آزمون علوم تجربی هستن، عدم توازن رو ایجاد کرده، در حالی که 25% پذیرفته شدگان علوم تجربی هستن، در حالی که 14% شرکت کنندگان ریاضی هستن، بیش از 60% پذیرفته شدگان در کنکور هستن که اینها نشانگر اینه که ما بایستی توسعه متوازن و راهنمایی تحصیلی رو جدی تر بگیریم.